خبرها را از استدیوی هرات میبینید. نامنی ها و افزایش حملات طالبان در ولایت های فرا و بادغیس تاثیرات منفی روی وضعیت امنیتی هرات دارد. مسئولان امنیتی در هرات میگویند تدابیر جدی برای جلوگیری از نفوذ طالبان در این ولایت نیز گرفته شده و نیروهای امنیتی اجازه نخواهند داد تا گروه های تروریستی وارد هرات شوند. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از مسئولان ارشد امنیتی میخواهند که تحرکات طالبان در ولایات همجوار هرات را جدی بگیرند. نصر احمد صالحی در این باره بیشتر جزئیات میدهد. حملات طالبان در ولایت های فراه و بادغیس به طور بی پیشینه افزایش یافته است. در ولایت فراه طالبان تمامی راه های منتهی به شهر را مسدود کردند و بیشتر مناطق این ولایت را در کنترل دارند. در ولایت بادغیس هم در چند ولسوالی این ولایت تحرکات طالبان افزایش یافته است. حالا مقام های امنیتی در هرات می گویند ناامنی ها در این ولایت ها تأثیر منفی روی امنیت هرات دارد. آنگونه که فرمانده پلیس هرات می گوید تدابیر امنیتی برای جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی در این ولایت روی دست گرفته شده و این گروه ها توان ناامن ساختن هرات را ندارند. ولایت هایی که فعلا ناامن است واقعا سر ولایت ما تاثیرات خود داره. ما الحمدلله آمادگی کامل خود داریم. مثال خوبش هفته گذشته با تقریبا 2.5 ساعت طالبا که با 5 ولسوال چشت شریف بود، کشک اوبی بود، پشتون زرغون بود، میخواستن که بالای ولسوالی اوبی حمله کنن. مگم خوشبختانه که اونجا امر کردن و شب حتی بینی یک سرباز ما خون نشد. ما آمادگی کامل خود داریم، هیچ نوع تشویش نداره باشین و هیچ مشکل نیست. در همین حال والی هرات میگوید حملات طالبان و افزایش دامنه ناامنی ها در ولایت های فراه و بادغیس را جدی می گیرند. آنگونه که این مقام محلی می گوید مقام های ارشد پلیس و اردوی ملی در حوزه غرب برای سرکوب طالبان به فراه و بادغیس رفتند. ولایت هرات یا مرکز زون که عبارت از قول اردو باشه و زون 66 انصار باشه این فعالیت های دشمن بسیار جدی می گیرند. به خاطر که واضح است که تاثیرگذار از سر شرایط امنیتی ولایت هرات. همچنان قماندان لوای 5 سرحدی خودش در ولایت بادغیس است با تعداد دیگه از قماندان ها تا ای که اگر حرکات دشمن در منطقه باشه اونا رو سرکوب بکنن و فعالیت های جدی در میردو ولایت فعلا متمرکز است. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایت هرات افزایش تحرکات طالبان در ولایت های همجوار این ولایت را نگران کننده می خوانند و تاکید می‌ورزند که این تهدیدها باید جدی گرفته شود. مسئول کمیته امنیتی شورای ولایت هرات می‌گوید جلو نفوذ گروه‌های تروریستی در این ولایت باید گرفته شود. نگرانی باید انعکاس بدیم به خاطر از اینکه مسئولین امنیتی هرچند در قبل هم تلاش می‌کردن باز هم بیشتر تلاش بکنن و این دلهوره ای که مردم عزیز ما دارن، این دلهوره ان شاء الله خدای نکره به حقیقت نپیونده. نگرانی ها باید انعکاس داده بشه، مردم حق دارن نگران باشن و این باید از طریق رسانه انتقال بشه. طالبان در ولایت‌های غربی کشور حملات خود را شدت دادند، به ویژه در ولایت فرا. طالبان خود را به 5 کیلومتری شهر فرا رساندند و در جریان درگیری‌های یک هفته اخیر تلفات سنگینی بر دو طرف وارد شده است. چند فرد ملکی هم در این درگیری‌ها کشته شدند. اما در هرات همین هفته پیش طالبان مسلح بر ولسوالی اوبین ولایت حمله کردند اما شکست خوردند.